بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام تقدیم همه دانش آموزان عزیز ما، با امید از اینکه خوب و صحتمند باشین به ادامه درس های خود. امروز مبحث قیمت مطلقه رو شروع میکنیم. بخیر، بحث قیمت مطلقه یک درس بسیار ساده و آسان است، ان شاء الله که همگی یاد میگیرن. ابتدا کمی درباره مفهوم قیمت مطلقه بفهمیم. قیمت مطلقه دوستا وسیله است که اعداد مثبت اعداد منفی رو مثبت میسازه. یک وسیله است که اعداد منفی رو برای ما مثبت میسازه. خیلی از موارد از دوستا در ریاضی که ما اعداد مثبت نیاز داریم و اگر عدد منفی میشه ضرورت داریم که مثبت بسازیمش. دینمو تو حالات ما از قیمت مطلقه استفاده میکنیم بخاطر از اینکه بتونیم عدد مثبت بسازیم، عدد مثبت بسازیم. بحث قیمت مطلقه یک تا دوستا در صنف ما از یک تا چاگردان میشنم که یک کمی دوارش یک اشتباه بسیار کمی وجود داره است که یک تا فکر میکنن مطلقه عدد مثبت منفی می سازه، منفی را مثبت. این گپ اشتباه دوست عزیز. اول می رفعش می میخوام که مطلقه اعداد منفی را مثبت می سازه، بالای اعداد مثبت تاثیر نداره. اینا رو از شاگردایی که به این باور هستن که مطلقه منفی را مثبت مثبت منفی می سازه دیگه ایره از ذهنتون پاک کنین. مطلقه وسیله است که اعداد منفی را برام مثبت می سازه، اعداد منفی را برام مثبت می سازه. مثل که بیشتر هم گفتم خیلی از موارد، مثلا دندسه مسئله طول یا مساحت منفی شده نمیتونه. اگه در اثر محاسبه میبینین که عدد منفی حاصل میشه با ضرورت دارین که اون را مثبت بسازین، اینی مینجا از مطلقه استفاده میکنین. خیر، خلاصه گپ همی که قیمت مطلقه وسیله است که اعداد منفی را برای ما مثبت میسازه. دوستای عزیز، مفهوم اساسی مطلقه همین چیز میشه. اینا یک موضوع دیگه که سمبل مطلقه را یاد بگیرین، سمبل قیمت مطلقه را بفهمیم. هر وقت که یک عدد بین از این سمبول ناشته میشه که دو خط موازی هستن، اینمی سمبول قیمت مطلق نمی باشن. سمبول قیمت مطلق و عدد یک داخل از این سمبول ناشته میشه، معنا میده که اینمی عدد مثبت میشه و عدد به شکل مثبت تبدیل میشه. اگه منفی باشه مثبت میسازیش. این سمبول مطلق است که دو خط موازی می باشن. بحث مطلقه را کمی واضح تر به صورت اون اگه بگیم، اگه عدد یک عددی مثل x داشته باشیم و از این ما مطلقه بگیریم، عددی مثل x داشته باشیم مطلقه بگیریم، مطلقه از این سه حالت خارج نمی باشه. خب دقت کنین دوستا، بحث ساده است انشاءالله. مطلقه x میتونه مثبت x شوه در صورتی که x یک عدد بزرگ از صفر باشه. دوستا عزیز، مطلقه x میتونه صفر شوه در صورتی که x مساوی به صفر باشه و مطلقه x میتونه منفی x شوه در صورتی که x یک عدد کوچک از صفر باشه. دوستا عزیز، خب این دو حالت اولش بسیار ساده است. مطلقه x میگیریم، جوابش مثبت x میشه. چه وقت؟ زمانی که x بزرگ از صفر باشه. بزرگ از صفر کدام اعداد معنا میده؟ اعداد مثبت. حالا اگر پرسونتون کنم بزرگ از صفر شما کدام اعداد میگین؟ اعداد مثبت میگین. اینجا به جای x که من مثبت نشه کنم، مثبت در مثبت، خیر در حقیقت یک عدد مثبت به دست میاد. یعنی دیدین که مطلقه یک عدد عدد مثبت میشه، عدد مثبت میشه. و اگر x صفر باشه زیاد تبصره کار نداره دیگه. مطلقه صفر دوباره صفر است. مطلقه صفر دوباره صفر میشه. این حال مطلقه x میتونه منفی x هم شوه زمانی که x کوچک از صفر باشه. اینی بحثش جالب است دیگه. این حال خود یک تا شاگردا گفتن که استاد گفت مطلقه همیشه اعداد منفی را مثبت میسازه. مطلقه x چطور منفی x شد؟ اینی می عدد منفی x شرطش اگر x کوچک از صفر باشه در حقیقت عدد مثبت معنا میده. شما در درس گذشته یک مثال کار کردیم. ببینیم دوستا کوچک از صفر شما کدام عدد میگین؟ x کوچک از صفر. اعداد منفی را میگین. این حال وقتی که ما شما به جای از این x یک عدد منفی قیمت گذاری کنیم، منفی ضرب منفی نتیجه چی میشه؟ مثبت میشه. پس مطلقه x در صورتی که x کوچک از صفر باشه منفی x میشه. این منفی را به خاطر از این آشنا میکنیم که با منفی کوچک از صفر ضرب شود و در نتیجه عدد مثبت به دست میاد. خیر، مطلقه x میتونه مثبت x شود در صورتی که x بزرگ از صفر باشه. مطلقه x صفر میشه در صورتی که x صفر باشه و مطلقه x منفی x میشه در صورتی که x کوچک از صفر باشه، کوچک از صفر باشه. حالا از تمام همین تشریحات یک دادم یک دو تا جمله بسیار مهم و واضح داره که یاد بگیریم. بس دو دانه جمله بسیار ساده داره که شما همگی میفهمه. اول تو یاد داشته باشین دوستا که مطلقه اعداد مثبت و منفی، مطلقه اعداد مثبت و منفی همیشه یک عدد مثبت است. این جمله را یاد داشته باشین. اگر عدد مثبت هم باشه مطلقش مثبت، اگر عدد منفی هم باشه مطلقش مثبت میشه. ببینین عدد اگر مثبت هم باشه، یعنی مثبت هم باشه منفی هم باشه، مطلقش همیشه عدد چی میشه؟ مثبت میشه. x بزرگ از صفر بود مطلقش مثبت شد، x کوچک از صفر بود مطلقش مثبت شد. دوستا عزیز، و جمله دوم داشته باشین که مطلقه صفر دوباره
مساوی به دوباره صفر می شود. صفر می شود. مطلقه صفر دوباره صفر است. مطلقه مثبت و منفی همیشه مثبت. مطلقه صفر دوباره صفر میشه دوست عزیز. خب شاگرد عزیز، مفهوم مطلقه را یاد گرفتین انشاءالله. این حال می بحث میکنیم بالای دریافت مطلقه اعداد. اگر اعداد بر ما داده میشه چطور مطلقه اعداد را دریافت کنیم؟ یک بحث فوق العاده آسان. بر دریافت مطلقه اعداد اول دوستات یاد داشته باشیم که اعداد یک در مطلقه بر ما داده میشه دو شکل است. خب دقت کنین انشاءالله میفهمین. اعداد یک بر ما داده میشه دو شکل اعداد است. یکی اعداد ساده است دوستا، اعداد که به شکل ساده یا منفرد میباشند، و یکی اعداد هستند که به شکل ترکیبی میباشند. اعداد ترکیبی در مطلقه از این دو نوع اعداد بحث میکنیم، اعداد ساده و اعداد ترکیبی. اعداد ساده اگر مطلقش می گرفتین، شما مطلقه را حذف میکنین، وقتی که مطلقه میگیرین عدد منفی به مثبت تبدیل میشه. با معذرت، مطلقه که از اعداد ساده میگیرین، مطلقه را حذف میکنین، عدد به شکل بدون علامه یا مثبت مد نظر میگیرین، مثبت مد نظر میگیرین. و اگر عدد به شکل مطلقه به شکل عدد به شکل ترکیبی باشه ما بخوایم از مطلقه بگیریم، باز در صورت علامه داخل مطلقه را مطالعه میکنیم. خب دقت کنین، بس اعداد سادهش که آسان است، اینجا بین مثال آموزی کار میکنیم، باز میریم به بخش ترکیبیش. اعداد سادهش باز میگیم اعداد یک به صورت منفرد براتون داده میشه و به خاطر دریافت مطلقه شما مطلقه را حذف کنین، عدد بدون علامه میشه. مثلا اگه خودت بگوین که مطلقه منفی 5 چند میشه، تو جواب میتی که مطلقه از این مثبت 5 میشه استاد، یا میتونی که چلامیش ناشته نکنی بگی مطلقهش 5، باز عددی کلمه داشت مثبت است حتما. خیر مطلقه منفی 5 مثبت 5 میشه. یا یک تعریف بسیار ساده دیگه هم کردم، میتونی که مطلقه یک عدد عبارت از خود عدد بدون در نظر داشت علامیش است. همی علامی عدد که مد نظر نگیریم، خود عدد مد نظر بگیریم، مطلقهش میشه و شما میفهمین که علامه نداشت باز مثبت میشه. مطلقه منفی 3 مساوی بر 3 میشه. مطلقه منفی 2 مساوی بر 2 میشه. اما قسم مطلقه منفی مثبت 6 مساوی بر 6 میشه، که در حقیقت این 6 مثبت است، اینجا مثبت میشه. خیر این اعداد ساده گفتش، این در قالب اعداد ساده آمدن، اعدادی که به صورت انفرادی داده میشه ترکیبی نیستن. اگه میخواستیم مطلقه شون رو بگیریم، مطلقه رو حذف میکنیم، عدد بدون در نظر داشته علامیش که در حقیقت عدد مثبت میباشه نوشته میشه. این حال میایم بالا اعداد ترکیبی بس میکنیم. اعداد ترکیبی که بر ما داده میشه چطور مطلقه زیاد رو دریافت کنیم؟ بر اعداد ترکیبی خوب دقت کنیم دوستا، وقتی که عدد به شکل ترکیبی بود شما علامه داخل مطلقه را مطالعه نمایید. علامه داخل مطلقه را مطالعه می نماییم. می بینیم داخل مطلقه مثبت میشه یا منفی. علامه داخل مطلقه را مطالعه می کنیم. اگر علامه داخل مطلقه مثبت شد، خوب دقت کنیم دوستا، مطلقه را حذف می نماییم. مطلقه را حذف می نماییم و علامه ها را تغییر نمی دهیم. علامه ها را تغییر نمی دهیم. تغییر نمی دهیم. این در صورتی است که مثبت میشه. در صورتی است که مثبت میشه. اگر میبینین که علامه داخل مطلقه را مطالعه کردی منفی شد. علامه داخل مطلقه را مطالعه کردی منفی شد. مطلقه را حذف می نماییم. مطلقه را حذف می نماییم و علامه های داخل مطلقه را و علامه های داخل مطلقه را علامه های داخل مطلقه را متضاد می سازیم. بسیار واضح و آسان دوست عزیز. اگه میبینین که اعداد به شکل ترکیبی هستن، اعداد به شکل ترکیبی است، شما که میخواستین مطلقه شو دریافت کنین، مطلقه را حذف میکنین، علامه داخل مطلقه را مطالعه میکنین، علامه داخل مطلقه مطالعه میشه. امکان داره که علامه داخل مطلقه مثبت باشه یا چی باشه؟ منفی باشه. اینا اگر مثبت بود شما مطلقه را حذف کنین، علامه که اعدادی که داخل مطلقه هستن تغییر نمیدین، اگه میبینین که علامه مطلقه منفی میشه، باز در این صورت شما مطلقه را حذف میکنین، علامه های داخل مطلقه را متضاد میسازین. یکی دو تا سوال که کار کنم انشاءالله بر همگی واضح میشه. خب دوستا ببینین، حالا مطلقه های ترکیبی بر ما داده شده، یک مثال کار میکنیم. و فرض مثال سوالتو برات داده میشه که شما مطلقه پا منفی 2 را تعیین نمایید. این عدد برات میده، میگه مطلقه زیره تعیین کنین که چی میشه. مطلقه شده تعیین کنین. اینا رو ببینین دوستا عزیز،
مطلقی را تعیین کنیم. ای خو عدد ساده نیست، عدد ترکیبی است. اینا پام است، دوم است. ی عدد عدد ترکیبی گفته میشه. اگر تنها دو می بود، عدد ساده گفته میشه، کلا جدا بس کردیم. این اول قسمت شما کاری که انجام میدین علامه داخل مطلقه رو مطالعه کنین و ایره ما شما در درس گذشته خواندیم. مطمئن هستم که همگی میفهمن ان شاء الله. خب پا بزرگ است یا دو؟ پا بزرگ است. علامه مثبت یادتان است؟ تا این علامه کی میکردین؟ این علامه مثبت شد. اینی می کار انجام بدین، علامه داخل مطلقه رو تعیین کنین. این اول اینی علامه امکان داره مثبت باشه، امکان داره که اینی علامه که حاصل میشه منفی باشه. اگر مثبت بود شما مطلقه رو مستقیم حذف کنین، جواب سوال میشه پا منفی دو. خیر مطلقه پا منفی دو، پا منفی دو میشه دوباره. این حالا سوال دوم کار میکنیم. ببینین مثلا سوال برات داده میشه که مطلقه ناشته میکنیم که ای منفی سه فرض کنیم. ای منفی سه را درفتیم. ای هم یک عدد چی شد؟ ترکیبیش تنها یک عدد نیست، دو عدد است. خیر عدد ترکیبی گفته میشه، ترکیبی گفته میشه. این حال علامه داخل از ایرک تعیین کنیم. علامه داخل شد تعیین کنیم ای بزرگ است یا سه. شما میگین ای دو اشاره رفته، سه بزرگ است. خیر علامه چی میشه؟ منفی میشه. این علامه داخل مطلقه را ما تعیین کردم. علامه داخل مطلقه تعیین شد. این حال علامه داخل مطلقه مثبت است یا منفی؟ شما میگین منفی است. منفی که است، این علامه داخل متضاد بساز. این علامه چی است؟ مثبت است. خیر متضاد بساز و منفی ای میشه و سه که علامه منفی است مثبت میشه. باز اول عدد مثبت ناشته میشه از خود در چهار جا بازی ایره به شکل سه منفی ای خواهد داشتی که انتخابش میکنیم. خیر بس مطلقه را خلاصه میسازیم. دو حالت داریم با معذرت، عدد مثبت و عدد ساده و عدد ترکیبی. عدد که ساده بود مطلقش میرفتیم، مطلقه را حذف میکنیم، عدد بدون علامش مد نظر گرفته میشه. اگر میبینیم که عدد ترکیبی است، باز بر دریافت مطلقش علامه داخل مطلقه را مطالعه میکنیم. در صورت که علامه داخل مطلقه مثبت باشه، باز ما علامه را حذف میکنیم، مطلقه را حذف میکنیم، علامه را تغییر نمیدیم. اگر میبینیم که علامه داخل مطلقه باز منفی است، مطلقه را حذف میکنیم، علامه‌ای که اعدادی که داخل مطلقه هستن را ضد میسازیم یا متضاد میسازیم. در ادامهش سوال کار میکنیم. خب شاگرد عزیز، حالا فهمیدین دیگه که اعداد به دو شکل ساده و ترکیبی میشن. اینا رو میریم از هر دوش سوال کار میکنیم. تشریحاتش انشالله از تشریحاتش فهمیدین که چطور مطلقه اعداد ساده میسازیم. دو حالت داشت که یاد گرفتیم. حالا میریم به بحث سوالاتش. دوستا مطلقی منفی هفت میبینیم که از جمله اعداد ساده است. ما مطلقه اعداد ساده رو گفتیم خود عدد بدون در نظر داشت علامش. خیر مطلقه منفی هفت میشه که یعنی میار در حقیقت عدد مثبت میباشه. مطلقه مثبت نو بدون در نظر داشت علامش نو میشه که اینو مثبت است دیگه. مطلقه صفر دوباره صفر میشه. مطلقه مثبت 2 بر 3 2 بر 3 میشه. اما قسم مطلقه منفی که بر 4 میبینیم منفی است. مطلقه منفی رو مثبت میسازه، 1 بر 4 میشه. این مطلقه اعداد ساده بود که مطمئنا همگی یاد داره. در ادامهش مطلقه اعداد ترکیبی را مثالاش کار میکنیم که از این مثال هم کار کردیم، تشریح دادیم، انشاءالله میفهمین. وقتی که دیدین عدد ساده بود خو آسان بود و اون مطلقش میرفتی بدون در نظر داشت علامش. این حال عدد که ترکیبی است، ترکیبی است، اشاره داخل مطلقه را تعیین میکنی که گفتیم 5 بزرگ است. 5 بزرگ است یا که پا شما میگین پا 5 بزرگ است. پا 3.14 بود. 5 که بزرگ است، این علامه چی میشه؟ منفی میشه. اینی میکار انجام بده در افاده ترکیبی، خلاص سوال حل میشه. حالی علامه منفی حاصل شد. علامه که منفی شد، ما گفته بودیم اشاره ها تبدیل میشه یا ضد میشه. اگه مثبت بود تبدیل نمیشه. فرالی پا مثبت است میشه منفی پا و 5 منفی است میشه مثبت 5. باز وقتی که اول عدد مثبت نوشته میشه، امکان داره که در چهار جواب به شکل 5 منفی پا داشته باشین. هر حالت شکل در چهار جواب داشتین، اون رو انتخاب میکنین. مثال بعدیش ببینین، مطلقه 10 منفی پا است. حالا اگه شما سوال کنم 10 بزرگ یا پا بزرگ، شما میگین 10 بزرگ است. 10 که بزرگ است، علامه چی میشه؟ علامه مطلقه را تعیین کردیم مثبت. این حال علامه که مثبت شد، شما گفتین که ما تغییر نمیدیم علامه را. علامه را که تغییر ندیم، خیر جواب از این میشه 10 منفی پا. مطلقه را حذف میکنیم، علامه ها را تغییر نمیدیم. در صورت یک مثبت حاصل شود، مثبت حاصل شود. میریم سوال بعدیش. سوال بعدیش کار میکنیم دوستا. ببینین 30 منفی پا مثبت پا مثبت مطلقه پا مثبت 10. این سوال برام داده داشته. اینا اینجا دو دانه مطلقه در حالت جمع، هر کدومش جدا جدا ساده میسازیم، باز داخل جمعشان میکنیم. اینجا یک ساده سازی کنیم، علامه مطلقه را تعیین میکنیم. هر قدر مطلقه که در سوال داده شد دوست عزیز، شما هر کدومش را تعیین اشاره کنین جدا جدا. دو دانه باشه، سه دانه باشه، هر قدر که باشه. 30 منفی پا را که تعیین اشاره کنیم، شما مطمئنا میفهمید 30 بزرگ از دیگه زیاد. ضروری نیست هر بار تکرار کنیم. 30 بزرگ است، نظر به پا قیمت پا را شما میفهمید.
هریج مثبت شد. علامه مطلقی بعد اینام تعیین کو پا بزرگ یاد این حال ببینین هر دوش مثبت که مثبت می گفتیم یا اگه اشاره که داشتن اون امور انتخاب میکنیم. این حال ایج مثبت شد خیر اشاره تغییر نمیخوره. میشه که سی منفی پاجاوش علامه مثبت اینجا که داشتیم خودش باشه. اینجا علامه رو ببینین علامه مطلقه مثبت شد. مثبت که شد ضرورت به تغییر دادن نیست. خیر نشته میگیم پا مثبت ده. این حال نتیجهش میگیم مساوی است. خب دقت کنین اینجا ببینین پا منفی اینجا پا مثبت که خلاص شد. سی امرای زوده عدالت جمع سی جمع ده شد و چند میشه جوابش؟ 40 میشه. خیلی جواب از این مطلقه 40 شد دوستا. جواب از این 40 میشه. میم سال بعدیش، سال بعدیش مطلقه پا منفی ده مثبت مطلقه پا مثبت ده است. دقت کنین مطلقه پا منفی ده مثبت مطلقه پا مثبت 20 است. حالا علامه شهر کنم شده این میکنیم اینجا کلامه شده این که این پا بزرگ یا ده شما میگین ده بزرگ. علامه مطلقه منفی شد. پا مثبت 20 علامه شده این کو پا بزرگ یا 20 شما میگین که 20 مردوشون یک اشاره است. یک اشاره که هست این یک دانش انتخاب میکنیم در صورتی که همه اشاره باشن. حالا ببینید دوستان منفی است. منفی که است تغییر میخوره. پا مثبت است میشه منفی پا و ده که منفی است میشه مثبت ده. این علامه مثبت که بین مطلقه بود خودش باشه. اینجا ببینید مثبت است. مثبت که است تغییر نمیخوره. پا مثبت 20 خودش باشه. این حال میگیم نتیجهش مساوی میشه برای دقت کنین دوستان اینجا منفی پا اینجا مثبت پا دو نه خلاص. اعداد باقی مونده شو جمع میکنیم 10 امرای از 20 جمع شد چند میشه جوابش؟ 30. های جواب از این مطلقه 30 میشه. میگم سوال بعدیش مطلقه پا منفی مثبت ای شود. اینجا شما مطلقه را جواب میدین. پا منفی اشاره شکل تعیین بسازیم. پا 3.14 ای 2.7 کدامش بزرگ؟ پا بزرگ. پا که بزرگ علامش مثبت است. خیلی نتیجه میگیریم که مطلقه مثبت شد. اینی ای داخل مطلقه نیست دوستا، با این کار نداریم. این داخل مطلقه نیست. حالا اینجا ببینید پا منفی مثبت شد، خیلی تغییر نمیخوره. پا منفی خودش باشه. مثبت ادامه سوال مثبت ای داشتیم میره نوشته کردیم. این حال نتیجهش میگیم مساوی میشه برای ببینید اینجا من مثبت اینجا منفی خلاص شد. حتی چی باقی موند؟ پا. جواب سوال پا میشه. آفرین. نیم سوال بعدیش، سوال بعدی را کار میکنیم. مطلقه پا منفی 6 منفی پا مثبت مطلقه منفی 6 منفی پا میشه که کار کنیم. اینجا ایره تعیین اشاره میکنیم 6 منفی پا 6 به نظرتان بزرگ یا پا؟ شما 6 بزرگ. خیر علامش مثبت است. اینجا مثبت شد. منفی 6 منفی هر دو تایشان منفی است. خیر علامی مطلقه چی میشه؟ منفی میشه. این حال دوستا وقتی کلام مثبت بود گفته بودیم تغییر نمیتیم، تغییر نمیتیم علامه ها را نشانه میکنیم که 6 منفی پا باشه. این علامه مثبت خودش باشه. منفی 6 منفی پا اردوش منفی است. منفی که بود گفته بودی تغییر میتیم. ببینید منفی شد. خیلی تغییر میتیم علامه را. این 6 هم مثبت میشه. پا منفی بود مثبت پا میشه. مثبت پا میشه در صورتی که منفی بود علامه گفته بودیم تغییر میکنه که شما یاد دارین. اینجا منفی پا مثبت پا خلاص شد. اینا رو ببینین 6 امرای 6 جمع شد. 6 امرای 6 جمع شد. چند میشه جوابش؟ 12. جواب سوال 12 شد. میم سوال بعدیش. سوال بعدیش ببینین دوستا مطلقه پا منفی دو مطلقه پا منفی دو مثبت 1 منفی پا میشه. این حال خوب دقت کنین این قسمت که اشاره زیر تعیین کنیم پا منفی دو پا بزرگ یا دو شما میگیم پا بزرگ علامش مثبت. فقط بحث مطلقه تعیین اشاره است دیگه، هیچ موضوع مشکل نیست ان شاء الله. عالی علامه مثبت شد. مثبت شد علامه تغییر نمیخوره. خیلی جوابش میشه پا منفی دو مطلقه را حذف میسازیم علامه را تغییر نمیدیم. ادامه سوال خودش یک منفی پا داخل مطلقه نیست از اون خاطر خودش نشته گفت از اون مطلقه گرفته نمیشه. نتیجهش مساوی است. این حال دقت کنین دوستان عزیز اینجا مثبت پا اینی منفی پا خلاص شد. اینا نه خلاص اینجا منفی دو مثبت دو همه اشاره مختلف اشاره مختلف اشاره که تفریق شد. جوابش منفی 1 میشه. منفی 1 میشه. بریم سوال بعدیش شاگردای عزیز. خب مطلقه ای منفی ده مثبت ای منفی سه. ای منفی سه داخل مطلقه نیست، ای منفی ده داخل مطلقه است که باید تعیین اشاره کنیم. خب ای بزرگ یا ده شما میگین ده بزرگ. علامش منفی نه تعیین اشاره شد علامش منفی. علامه مطلقه که منفی شد باز میفتیم علامه تغییر میخوره. یا یک طریقه دیگه هم یاد بگیرید که میشه این منفی رو داخل مطلقه ضرب بزنی. هر علامه‌ای که حاصل میشه اونم میشه داخل مطلقه ضرب بزنی. اگه مثبت حاصل شه داخل مطلقه ضرب بزنی تغییر دادن نمیتونه. منفی حاصل شه وقتی داخل مطلقه ضرب بزنی اعداد متضاد میسازه. خب کوتاه اگه تو یاد بگی منفی شد متضاد میسازیم. این مثبت است منفی ای میشه. این ده من مثبت منفی است مثبت ده میشه. مثبت ده ادامش مثبت ای امرای منفی سه خودش باشه دوستای عزیز. این حالا ببینین اینجا مثبت ای اینجا منفی خلاص متضاد هستن. ده
منفی 3 شود. 10 منفی 3 چند میشه؟ 7 مثبت. جواب از سوال 7 شد. نیم سال بعدی چه کار میکنیم؟ سوال زیاد تکرار شد، ان شاءالله همگی فهمیدن. موضوع زیاد مشکل نیست. علامه داخل مطلقه را تعیین میکنی، سوال حل میشه. مطلقه مثبت 1، مثبت مطلقه پا منفی، مثبت 10 شود. اینجا مطلقه تعیین اشاره میشه که ترکیبی است. این مثبت 1 اردوشان مثبت خیلی نتیجه مطلقه مثبت. اینجا پا منفی 5 منفی ای 5 منفی 5 مثبت است، ای منفی حال ای بزرگ است یا 5 5 بزرگ است، علامه مثبت. به این شکل تمام شد این اشاره میگین ده داخل مطلقه نیست. خب حال اینجا مثبت شد، خیر تغییر نمیخوره علامه، مستقیم ناشتا میکنیم ای مثبت 1. اینجا مثبت است، علامه تغییر نمیخوره، مثبت 5 منفی ای میشه. در ادامه شما مثبت 10 داریم، مثبت 10. این حالا ببینیم دوستان عزیز، اینجا منفی امرای مثبت ای خلاص میشه، نتیجهش مساوی است. یک امرای 5 امرای 10 حالت جمع بود، یک جمع 5 6 میشه، امرای 10 جمعش کنیم چند میشه؟ 16. جواب سوال 16 شد. نیم سوال بعدی چه کار میکنیم؟ مطلقه را علامه شده میکنیم. همه سوال اینم یک فلسفه داره که علامه داخل مطلقه را تعیین میکنیم. حالا ببینیم 20 منفی را که علامه شده تعیین کنیم، 20 بزرگ یا ای، شما میگین 20 بزرگ مثبت. اینجا مثبت شد علامه مطلقه. علامه مطلقه بعدی را تعیین کو، ای مثبت، دو اردوشان مثبت هستن، علامه مطلقه مثبت میشه، مثبت میشه. و منفی 5 افاده ساده است که یاد داریم. حالا مثبت شد، خیر علامه تغییر نمیخوره، دوباره ناشتا میکنیم 20 منفی ای، علامه مثبت این مثبت خودش باشه، ای مثبت 2 هم مثبت شد، نتیجه مطلقه خیر اشاره تغییر نمیخوره، منفی خودش باشه. اینجا دقت کنین دوستان عزیز، مطلقه منفی 5 چند میشه؟ 5 میشه. مطلقه منفی 5 افاده ساده است دیگه، عدد ساده است، مطلقش 5 میشه. این جنال کس نگه که مطلقه منفی 5 منفی 5 ناشته کرد، یک دانه منفی قبل از مطلقه داشتیم، قبل از مطلقه داشتیم و مطلقه منفی 5 هم 5 شد بدون در نظر داشته الانش. مطلقه منفی 5 5 شد. در ادامه داریم مثبت میشه که جای داخل مطلقه مثبت 5 هم ناشته کنیم، بازر بزنیم از اون میگذاریم که وقت تنه گره منفی خودش باشه، مطلقه منفی 5 ها گرفتیم 5 شد، نتیجهش مساوی است. خب حالا ببینید دوستان، اینجا منفی داریم، اینجا مثبت ای داریم، دوستان اختصار شدن دیگه، اعدادش جمع میکنیم، 20 امرای 2 جمع شد و 22 میشه، امرای 2 دیگه جمع شد و 24 میشه. در ادامه داریم منفی 5، 24 که منفی 5 شد و 19 میشه. جوابش دوستان عزیز، میهم سوال بعدی چه کار میکنیم؟ سوال فوق العاده زیاد کار شد، انشالله همگی فهمیده، بحث بسیار آسان بود مطلقه. خب مطلقه پا منفی، منفی مطلقه ای منفی پا، تعیین اشاره دیگونم بس تکرار. اینجا ببینین تعیین اشاره میکنیم، اینا که ما تعیین اشاره کنیم چی میشه اشارهش؟ خب دقت کنین اشاره ازی، تعیین اشاره کنیم پا منفی پا بزرگ یا ای، پا بزرگ اشارهش مثبت شد. اینجا هم تعیین اشاره میکنیم ای منفی پا، ای منفی پا، ای بزرگ یا پا، شما میگین پا بزرگ، اشارهش منفی شد، منفی شد. اینا حالا اینجا که مثبت شده خیر بدون تغییر دادن علامه مطلقه را حذف میکنیم، پا منفی ای میشه، این علامه منفی خودش باشه، علامه منفی خودش. اینا رو ببینید دوستان، منفی به خاطر که امرای ارجاد از ضرب میخوره مطلقه رو داخل قوس نشه، این مطلقه زیر ساده میسازیم در قوس نشه میگیم منفیش، منفی که شد متضاد میسازیم، ای را متضاد بسازیم، ای مثبت است میشه منفی ای، و هفت پا منفی است میشه مثبت پا، ای را داخل قوس باختر از این نشه کنیم که این منفی امرای قوس دالت ضرب است، منفی امرای مطلقه دالت ضرب است، نتیجهش مساوی است. حالا ببینید دوستان، پا منفی ای خودش باشه، پا منفی خودش باشه، یه علامه منفی را داخل مطلقه ضرب میزنی، منفی ضرب منفی مثبت ای شد، منفی ضرب از اون مثبت منفی، منفی ضرب مثبت منفی پا میشه، منفی پا میشه. اینا رو ببینید دوستان عزیز، در این قسمت منفی پا داریم، اینجا مثبت پا خلاص، منفی امرای مثبت ای خلاص. جواب سوال چی شد؟ صفر. جواب سوال صفر میشه. سوال بعدی چه کار میکنیم؟ خب بازم اینجا یک مطلقه داریم، تعیین اشاره میکنیم مطلقه را، اعداد 3 منفی پا داخل مطلقه نیستن، اینو تعیین اشاره کنیم، پا منفی است مثبت میشه منفی، پا بزرگ است فلازا علامه از مطلقه مثبت، مثبت که میشد گفته بودی تغییر نمیدیم، خروج میدیم پا منفی 1، پا منفی 1. در ادامهش مثبت 3 داریم، منفی پا داریم، منفی پا. اینا رو دقت کنین دوستان، ببینین اینجا پا منفیس، اینجا پا منفیس، اینجا مثبت، خیلی دو دانه خلاص شد، نتیجهش مثلا میشه منفی 1 مثبت 3 مثبت 2 میشه. جواب سوال مثبت 2 شد. این سوال بعدی چه کار میکنیم؟
تمامش اینیم یک فلسفه داشت دوستا که علامه داخل مطلقه تعیین شد. اینجا مطلقه را علامه شد تعیین میکنیم، هر قدر مطلقه داشتیم تعیین اشاره کنیم، تمامش تعیین اشاره کنیم. در اینجا پا منفی یک شما میفهمیم پا از یک بزرگ خیر مثبت. حالا کمی سری میگم میفهمیم. پنج منفی پا پنج بزرگ است علامه مثبت. ای منفی یک ای بزرگ است علامه چی شد؟ مثبت. وقتی که مثبت میبینیم مطلقه از میش علامه تغییر داده نمیشه. خب اینجا علامه را تغییر ندیم، پا منفی یک میشه مثبت خودش باشه. اینجا که مطلقه علامه را تغییر ندیم، پنج منفی پا میشه مثبت خودش باشه. اینجا که علامه مثبت است تغییر ندیم، این منفی یک میشه مطلقش حذف شه، مثبت دو دامش منفی ای میشه. اینا رو ببینیم دوست عزیز، اینجا پا منفی، اینجا مثبت، خیلی دو دانه خلاص شدن. اینجا مثبت است، اینجا منفی است، این دو دانه مختصر شد. باقی مون اعدادش که یک جمع تفریق میکنیم، منفی یک و مثبت پنج، مثبت چهار شد. مثبت چهار همراهی مثبت دو، مثبت شش، مثبت شش و منفی یک، مثبت شش منفی یک، مثبت پنج. خیلی جواب از این سوال مثبت پنج میشه شاگردای نهایت عزیز. خب x منفی دو مثبت دو منفی x. سوال بعدی است که برام داده شده این مطلقه رو گفته ساده بسازیم در صورتی که x بزرگ از دو باشه. دوستو اگر در سوالای مطلقه پا استفاده شوه، ای استفاده شوه، جذر دو استفاده شوه، جذر سه، او قیمتایی است که شما خودتان میفهمین، اعداد ثابت هستند. این حالا اگر در سوالای مطلقه متحول استفاده میشه، مثل x استفاده میشه، y استفاده میشه، دیگه متحول، باز حتما سوال یک شرط امرای خود می داشته باشه، یک شرط می داشته باشه و شما سوال مطابق با شرطش حل میکنین. همیشه از انتروال یک در شرط سوال گفته میشه یک عدد انتخاب کنین تا کی تعیین اشاره شود. حالا اگه من شرط سوال مد نظر نگیرم، من نمیفهم که x چند است، از دو کوچکتر است، از دو بزرگتر است، اینجا مطلقه مثبت میشه یا مطلقه منفی میشه. به خاطر فهمیدن این میعلامی مطلقه ما ضرورت دارم از اینی شرطی که گفته شده یک قیمت بگیرم. خب دقت کنین، بس آسان است. اینجا گفته شرط سوالی است که x بزرگ از دو باشه. خیر شما کاری که انجام میدین از این می انتروالی که در شرط سوال گفته شده یک عدد انتخاب کنین، کاملا اختیاری است، کاملا اختیاری است. x بزرگ از دو مثلا 3 4 5 6 همون تو تا لایتنه اینا رو شما اختیار دارین، هر عددی را که انتخاب میکنین. x بزرگ از دو مثلا من انتخاب میکنم x مساوی برای 4 انتخاب میکنم. فهمیدش؟ این یک اختیاری است دوستا، هر عددی را که انتخاب میکنین منتها دین می انتروالی که شرط سوال است شامل باشه، همون عدد در انتروال شرط سوال شامل باشه که 4 x گفته بزرگ از 2 و 4 یک عدد است که بزرگ از 2 است، نه انتروالی که شرط سوال است شامل است. حالا اون عددی که انتخاب کردین چه قیمت گذاری کنیم؟ اینجا 4 قیمت گذاری کنیم. خیر 4 بزرگ یا 2؟ 4 بزرگ. آفرین، علامش چی؟ مثبت. پس میگیم مطلقه علامش مثبت شد. اینجا علامه دی مطلقه مثبت شد. اینجا ما مو 4 اگه فرض کنیم، اینجا 4 ناشته کنم، 2 بزرگ یا 4، 4 بزرگ علامش منفی، خیر نتیجه مطلقه چی شد؟ منفی شد. یه عدد که انتخاب میکنم، امی اصل گپ به از انتخاب عدد، هدف ما از انتخاب از این میاد دیست که من اینجا بتونم علامه های مطلقه را تعیین کنم و باز تکرار میکنم، از این انتروالی که در شرط سوال گفته شده شما یک عدد انتخاب کنین، کاملا اختیاری است، منتها این انتروال شامل باشه، شامل باشه. این حال اینجا که مثبت شد علامه تغییر نمیکرد، خیلی میشه x منفی 2 علامه مثبت خودش، اینجا منفی شد، منفی شد علامه تغییر میکرد، این مثبت 2 است حال میشه منفی 2 و این منفی x است حال میشه مثبت x، نتیجهش مساوی است. x منفی 2 خودش باشه، این منفی مثبت هم داخل ضرب زن، مثبت ضرب منفی، منفی 2 مثبت ضرب مثبت، مثبت x میشه مثبت x، نتیجهش مساوی است. اینو اینجا ببینین x همراه از x جمع شو، x جمع x دو تا x میشه، x جمع x دو x، منفی 2 منفی 2 منفی 4، فلازا جواب از این مطلقه 2x منفی 4 شد، 2x منفی 4 میشه. میایم سوال بعدیش. خب دوستا از سوالی که کار کردیم پیشتر، حالا این یک نمونه دیگه شون داریم، یک سوال دیگه هم داریم کار میکنیم. مطلقه منفی x مثبت مطلقه x مثبت x، این x داخل مطلقه نیست. گفته در صورت یک شرط سوالی است که x کوچک از صفر باشه، شما این مطلقه را ساده سازی کنین، x کوچک از صفر باشه. این حال دیگه شما اختیار دارین کوچک از صفر یک عدد بگین، هر عددی را که میگین یک عدد انتخاب کنین، منتها در این انتروال شامل باشه. کوچک از صفر مثلا من انتخاب میکنم x مساوی به منفی 1 باشه، اختیاری است، منتها در این انتروال شامل باشه، کمی در انتروال شامل است. x مساوی به منفی 1 انتخاب کردم، خودت منفی 2 انتخاب کن، منفی 3 انتخاب کن، منتها یک عدد کوچک از صفر انتخاب کن میشه. خب منفی 1 یک من اینجا قیمت گذاری کنم به جای x منفی 1،
منفی ضرب منفی باز چی میشه اینجا؟ فرض کو که x منفی یک، فرض کو که x منفی یک قیمت گذاری کنیم، منفی ضرب منفی چی میشه؟ مثبت. خیر، علامه مطلقه را مثبت میسازه، علامه مطلقه را مثبت میسازه. یه عددی را که انتخاب کردیم اگه اینجا ما قیمت گذاری کنیم، علامه مطلقه را بر ما مثبت میسازه. دوست عزیز، حالا ببینین اگه اونجا اینجا منفی که به جای x ناشته کنم، خیر علامه x چی میشه؟ منفی. و نتیجه مطلقه را منفی میسازه. اینجا قیمت گذاری ضرور نیست بکنیم به خاطر اینکه مطلقه نداره. اینا رو به اساس علامه هایی که تعیین کردیم میایم سوال حل میکنیم. اینجا علامه مطلقه مثبت شد، علامه مطلقه مثبت شد. خب اینجا مثبت شد، مثبت شد، عدد تغییر نمیتیم علامهش، خیلی جمعیشه که منفی x. این علامه مثبت خودش. اینجا دقت کنید دوستا، نتیجه مطلقه منفی شد. باز میفتیم مطلقه از و علامه تغییر میخوره. علامه را که تغییر بدیم مثبت x از چی میشه؟ منفی x میشه. در ادامه مثبت x که داریم خودش باشه. حالا نتیجهش مساییست، اینجا منفی x، منفی x، مثبت ضرب منفی میشه منفی x، و در ادامه هم داریم مثبت x، مثبت x، نتیجهش مسایی میشه. این حالا ببینین دوستا عزیز، اینجا منفی x و مثبت x خلاص شد. تنها چیزی که باقی میمونه چی است؟ منفی x است. جواب سوال ما منفی x میشه، منفی x میشه. میهیم سوال بعدیش. چالا فهمیده شد سوالای شرطیه یا سوالای که امرو یک شرط داده میشه این واضح شد. باز اینجا ببینین گفتم مطلقه منفی x مثبت مطلقه x، منفی x برای ما حل کنین در صورت که x بزرگ از 0 باشه، بزرگ از 0 باشه. هر عدد بزرگ از 0 حق داری انتخاب کنین، نمی انتروال شامل باشه. مثلا اینو من انتخاب میکنم که x مساوی باشه برای فرض کنم 6، بزرگ از 0 است، هر عدد بزرگ از 0 انتخاب کردم. الا اینجا که ما 6 قیمت گذاری کنم، 6 علامش مثبت است، منفی ضرب مثبت منفی میشه. نتیجه مطلقه را برام چی میسازه؟ منفی میسازه. اینجا 6 قیمت گذاری کنیم، 6 علامش مثبت، منفی ضرب مثبت منفی، نتیجه مطلقه منفی شد. اینجا 6 قیمت گذاری کنیم مثبت است، خیر علامه مطلقه را مثبت میسازیم، x مثبت میشه. اینجا ضرور نیست قیمت گذاری کنیم، چون که مطلقه نیست، مطلقه نیست قیمت گذاری نکو. اینا رو ببینین، اینجا که منفی شد علامه را تغییر میده، علامه را متضاد میسازه. x منفی بود تبدیل میشه به x مثبت. فهمیدی چطور شد؟ اینو منفی است، علامه را متضاد میسازه. منفی x بود تبدیل شد به مثبت x. اینا این علامه مثبت خودش. اینجا مثبت است، هر علامه را تغییر نمیده، دوباره خود x. در ادامه سوال داری منفی x. اینا رو ببینین دوستا عزیز، اینجا مثبت x امرای منفی x اختصار میشه. خیلی نتیجهش مساوی میشه برای، نتیجهش مساوی میشه برای، ببینین نتیجه از این مساوی میشه برای x. نتیجهش مساوی برای x شد. نتیجهش مساوی برای x میشه. خب شاگرد عزیز، میایم به سوال بعدی. مطلقه ای منفی 5 مثبت مطلقه ای مثبت 1 بر مطلقه 3 منفی مثبت ای. باز هم دیگه سوال هر قدر مطلقه داشته باشه، راه حل اونم یک گپ است، هر کدوم شه تعیین اشاره. این مطلقه را تعیین اشاره میکنیم. ای منفی 5، 5 بزرگ است، علامه مطلقه منفی. این مطلقه را هم تعیین اشاره میکنیم. ای مثبت 1 است، هر دوشان مثبت، خیر علامه مطلقه چی شد؟ مثبت شد. اینجا را هم تعیین اشاره کو. 3 منفی 3 بزرگ، ای 3 بزرگ علامهش مثبت. تمام مطلقه هایی را داشتم تعیین اشاره کردم. این حال سوال حل میکنیم. اینجا منفی شد، منفی شد، علامه را تغییر میدیم. خیر این منفی مثبت است میشه منفی، 5 که منفی است میشه مثبت. منفی مثبت 5 شد، منفی مثبت 5، علامه مثبت خودش. اینجا این مثبت 1، اینجا نتیجه مطلقه مثبت است، خیر تغییرش نمیده. این مثبت 1 دوباره خودش بر، دقت کن اینجا مثبت است، خیر تغییر دادن نمیتونه. 3 منفی ای، علامه مثبت ایام، علامه مثبت در ادامه ای داریم، نتیجهش مساوی میشه. اینا رو ببینین دوستا، اینجا منفی ای داریم، اینجا منفی داریم، اینجا مثبتی داریم، خلاص شد. حالا در این قسمت ها منفی داریم، اینجا مثبتی داریم، خلاص میشه. حالا ببینین 5 جمع رایز 1 جمع شد، 5 جمع 1 چند میشه؟ صورتش 6 تقسیم بالای 3 در مخرج واقع من 6 هم که تقسیم 3 شود 2 میشه. جواب سوال ما 2. میگیم سوال بعدیش، مطلقه x منفی 2 بر 2 منفی x مساوی بر سوالی از شرط سوالی است که x بزرگ از 2 باشه. از این هم دیگه فوق العاده تکرار شد، باید بفهمید x بزرگ از 2 نینیم انترال، هر عددی که میخوای انتخاب کن بزرگ از 2 باشه. بزرگ از 2 مثلا من 5 میخوام انتخاب کنم، x مساوی بر 5، عددی انتخاب کن نینیم انترال باشه. باز میگیم چرا عدد انتخاب میکنیم؟ به خاطر اینکه اینجا اگر عدد انتخاب نکنیم تعیین اشاره کرده نمیتونیم، به خاطر تعیین اشاره یک عدد انتخاب میکنیم. از این درول و این عدد اختیاری است، منتها در این درول شامل باشه. خب حالا ما که تعیین اشاره کنم، اینجا x منفی 2
x گفتیم 5 باشه. خریج که x 5 فرض کنیم 5 بزرگ یا 2 5 بزرگ، علامه مطلقه مثبت میشه. آفرین. اینجا که 5 انتخاب کنیم 2 بزرگ یا 5 5 بزرگ، علامه مطلقه منفی میشه. آفرین. اینا رو دقت کنیم دوستان عزیز، اینجا مثبت شد. خیر وقتی که مثبت بود اشاره را تغییر نمیدادیم. x منفی 2 تقسیم بالای، اینجا منفی شد. منفی که بود علامه ها متضاد میشدن، این 2 مثبت است میشه منفی و این x منفی است میشه مثبت. این حال نتیجهش مساوی است x منفی 2 x منفی 2، هر دوی ازی با هم مساوی هستند. خیر هر عدد تقسیم خودش شوه، هر عدد تقسیم خودش چند میشه؟ یک میشه دوستای عزیز. جواب سوال یک. میایم سوال بعدیش. خب سوال بعدیش مطلقه است اما جذر استفاده شده که شما این گپا را یاد دارین انشاءالله. 2 منفی جذر 2 مثبت، مطلقه 2 جذر 2 منفی 1. اینجا را باز تعیین اشاره کو. جذر 2 دیگه ضرور نیست که در سوال برتون گفته شه، وقت رزی که جذر 2 را گفته بودم حفظ کنین در یادش. جذر 2 1.4، 2 بزرگ یا 1.4؟ 2 بزرگ. خیلی نتیجه مثبت. اینجا علامه چی شد؟ مثبت شد. آفرین. جذر 2 منفی 1، جذر 2 1.4، جذر 2 بزرگ یا 1؟ جذر 2 بزرگ. اینجا علامه چی میشه؟ جذر 2 بزرگ است، مثبت میشه. از لحاظ جذر 2 1.4 بود تعیین کردیم که اینجا مثبت شد، اینجا هم مثبت شد. وقتی که مثبت است خیر اشاره تغییر داده نمیشه، اشاره تغییر داده نمیشه. اینجا میشه که 2 منفی جذر 2 مطلقه را حذف میسازیم، مثبت. اینجا هم مطلقه را حذف کنیم، جذر 2 منفی 1 میشه. اینا نتیجهش مساوی است برای منفی جذر 2 امرای مثبت جذر 2 خلاص شد. 2 منفی 1، 2 منفی 1 چند میشه دوستان عزیز؟ 1 میشه. خیلی جواب سوال ما 1. جواب سوال چند شد؟ 1 شد جواب سوال دوستان عزیز. میریم به سوال بعدیش. سوال بعدی رو کار میکنیم. 1 منفی جذر 2 مثبت 4 منفی جذر 2. اینجا تعیین اشاره کنیم. این گپ زیاد تکرار شد. هر وقت مطلقه ترکیبی برای داده شد تعیین اشاره کجدا جدا. یک تعیین اشاره کنم، یک بزرگ یا جذر 2؟ این جذر 2 1.4 است. خیلی جذر 2 بزرگ علامه منفی است. اینجا که علامه رو تعیین کنیم 1.4 میشه، این هم 4 است. خیلی 4 بزرگ است. مطمئنن این مثبت میشه. اینکه مثبت این منفی شد، علامه تغییر میخوره. یک مثبت تبدیل میشه به یک منفی، جذر 2 منفی تبدیل میشه به جذر 2 مثبت. دوستای عزیز مثبت هم خودش باشه، اینجا مثبت است، علامه مطلقه مثبت. خیلی تغییر نمیخوره، مطلقه حذف میشه. 4 منفی جذر 2 نتیجهش مساوی است برای. حالا ببینین اینجا جذر 2 چی داریم؟ منفی. اینجا هم جذر 2 مثبت داریم و در اینجا اعداد یک باقی مان منفی 1 مثبت 4. منفی 1 مثبت 4 اگه جمع کنیم جوابش مطمئنا چند میشه؟ 3 میشه. شاگردای عزیز سوال بعدی رو کار میکنیم. سوال بعدیش جذر 2 منفی جذر 3 مثبت، جذر 3 مثبت، جذر 2 است. حالا در قسمت اینو کال کنیم، تعیین اشاره کنیمش، جذر 2 بزرگ یا جذر 3؟ اول خب میفهمیم که جذر 2 1.4 از جذر 3 1.7 جذر 3 بزرگ است. غیر صورت دوستا وقتی که میبینین رادیکال ها هم درجه هستن، اینجا درجه 2 است، اینجا هم درجه 2 است. وقتی که میبینین جذر ها هم درجه هستن شما مستقیم از روی اعداد تشخیص بدین 2 بزرگ است یا 3. 3 بزرگ است، خیر میگیم نتیجه چی؟ منفی. این حالت شما وقت استفاده میکنین که جذر ها هم درجه باشه. اگر هم درجه نبود باز ازی استفاده کردن نمیتونین. اگر دیدین که هم درجه بودن باز اونمو جذر بزرگ است که مجذورش بزرگ باشه، در صورتی که هم درجه باشن. حالا 3 بزرگ است. نه اینجا هر دوی ازی مثبت هستن. مثبت که است مستقیم میشه شما علامه را مثبت انتخاب کنین دوستا. حالا ببینین جذر 2 منفی جذر 3 علامه شون منفی شد. منفی شد تغییر میخورد علامه. حالا علامه را تغییر بدیم مطلقه را حذف بسازیم. اینجا جذر 2 منفی میشه، جذر 3 مثبت میشه. شاباس مثبت خودش باشه. اینجا هم علامه مثبت است. مثبت که است تغییر نمیشه، تغییر نمیخوره. خیلی آشنا میکنه مثبت جذر 3 مثبت جذر 2. این حالا نتیجهش مساوی است برای. خب دقت کنین اینجا منفی جذر 2 داریم، منفی جذر داریم، اینجا مثبت جذر 2 دانه خلاص. جذر 3 جمع جذر 3 که باز بخیر در ادامه جمع تفریق جذر را بس میکنیم، ضریب هاش جمع کنیم، ضریب از 1 اینجا هم ضریب شه 1. جذر 3 جمع جذر 3 یعنی 1 دانه جذر 3 جمع 1 جذر 3 دیگه هم شد، جوابش میشه 2 جذر 3. جوابش 2 دانه جذر 3 شد. میریم سوال بعدی شاگردای عزیز. سوال بعدی بر ما داده شده جذر 3 منفی جذر 2 مثبت، جذر 2 منفی 1 مثبت، 1 منفی جذر 3 مساوی بر سوال 1. اینا رو کل کنیم شاگردای عزیز.
باز تعیین اشاره میکنیم. هر وقت سوال مطلقه برای دو داشت، اول تعیین اشاره بسیار راحت حل میشه سوال. جذر سه بزرگ یا جذر دو؟ جذر سه بزرگ خریج مثبت شد، علامه ازی مطلقه. جذر دو بزرگ یا یک جذر دو؟ اینجا علامه مثبت شد، علامه مثبت شد و اینی داخل مطلقه نیست، یا ضرور نیست که مطالعه کنیم، داخل مطلقه نیست. خب حال اینجا مثبت شد، خیلی تغییر نمیخوره، علامه جوابش میشه که جذر سه منفی جذر دو. مثبت ادامه شوینین، اینجا مثبت است، خیر مطلقه حذف میشه اما علامه تغییر داده نمیشه. ادامهش مثبت یک منفی جذر سه داریم شاگردای عزیز. خب حالا ببینین اینجا میگم که منفی جذر دو، اینجا مثبت جذر دو خلاص. اینجا ببینین منفی جذر سه، اینجا مثبت جذر سه خلاص میشه. مثبت یک همراه منفی یک خلاص میشه، چیز باقی نمون. جواب سوال چی شد؟ صفر. جواب سوال صفر است. میگم سوال بعدی شاگردای عزیز. خب باشم که سوال بعدی رو بیاریم. خب سوالی که برام داده شده، مطلقه x منفی 3 مثبت مطلقه 3 منفی x، منفی x مثبت 3. باز برای ما شرط داده شده در سوال. گفتم سوالایی که متعاملش قیمتش واضح نباشه، باز شرط سوال براتون گفته میشه. شرط سوالی است که x بزرگ از 3 باشه. x بزرگ از 3، از این همین انتروال هر قیمتی را که شما انتخاب میکنین اختیار دارین. x مساوی میشه بزرگ از 3 باشه، مثلا 4. هر عددی را میتونید انتخاب کنین. من انتخاب کردم که x باید 4 باشه. اینا لمو x اینجا فرض کنید x که 4 باشه، 4 بزرگ یا 3، شما مطمئنن میگین 4. خیلی نتیجه مطلقه واضح میشه که چند است؟ مثبت است. نتیجه مطلقه مثبت. اما x که 4 انتخاب کرد، اینجا عوضش کن. 3 بزرگ یا 4؟ 4 بزرگ، علامهش منفی است. خیلی اینجا نتیجه مطلقه منفی میشه شاگرد عزیز. حالا ببینین اینجا علامه مطلقه مثبت شد. خیلی دقیق نمیتونیم. حالا نشه که اینجا قیمتا را قیمت گذاری کنین. ما دقیقاً نمیفهمیم که x 4 است یا نه، گفته x بزرگ از 3 باشه. خیلی اینجا 4 را به خاطر تعیین اشاره قیمت گذاری کردم. قیمت x دقیقاً 4 تعیین نمیکنیم که شما نشه x به جاش 4 قیمت گذاری کنین، فقط به خاطر از اینکه علامه را بفهمین یک عدد از اونجا انتخاب میکنین، یک عدد انتخاب میکنین. این مثبت شد، خیر مطلقه حذف میشه، جوابش میشه x منفی 3، علامه را تغییر نمیدیم. مثبت خودش باشه، اینجا ببینین منفی شد، منفی شد، علامه را تغییر میداد. 3 که مثبت بود حال شده منفی، x که منفی بود حال شده مثبت. ادامه سوال منفی x مثبت 3 خودش باشه. این حالا x منفی 3 خودش نوشته شد، مثبت x ضرب بزنیم منفی 3 میشه، مثبت ضرب مثبت x مثبت x شد، منفی x در ادامه داریم، مثبت 3. این حالا نتیجهش میگیم مساوی از دوستای عزیز. اینجا ببینین مثبت x همراه منفی x خلاص شد، اینجا منفی 3 همراه مثبت 3 خلاص شد. تنها چیزی که باقی مونده یک دانه x باقی موند، نوشته میکنیم x، دیگه یک دانه منفی 3 باقی موند. خیلی جواب سوال میشه x منفی 3. جواب سوال میشه x منفی 3 شاگردای عزیز. مبحث قیمت مطلقه تمام شد. انشالله که یک چیزی را از این لکچر یاد گرفته باشید. بحث مطلقه را در حد یک دقیقه خلاصه میسازیم. قیمت مطلقه اعداد منفی را برای ما مثبت میسازه، یا قیمت مطلقه یک عدد خود عدد بدون در نظر داشت علامهش است. نه وقت رزی که مطلقی اگر عدد به دست بیاریم، ما گفتیم اگر عدد ساده بود مثل منفی 2 منفی 4 اینا، مطلقش خودش بدون در خود عدد بدون در نظر داشت علامهش است. اگر مطلقه به شکل ترکیبی داده شده بود، عدد ترکیبی باشه مطلقش به دست بیاریم، باز شما علامه داخل مطلقه را تعیین میکنید. در صورتی که مثبت بود مطلقه را حذف میکنی، علامه تغییر نمیخوره. در صورتی که منفی بود مطلقه را حذف میکنی، علامه داخل مطلقه را تغییر میدین. مبحث مطلقه خلاص شد. در درس بعدی ما در لکچر بعدی قوانین طاقت را بحث میکنیم. تا درس آینده و لکچر بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.